مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن. برخلاف اون چرا که امروز در جوامع اروپایی و در بعضی از ماهواره‌ها بر روی اون شدیداً از طرف صهیونیسم جهانی داره تبلیغ میشه، برای پاچیدن ارکان خانواده ها که زنان شوهردار میتوانند مردی رو غیر از شوهر خودشون به عنوان دوست در کنار خودشون داشته باشن. قرآن کریم نهی شدید از این برنامه کرده و از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین احادیثی رسیده دال بر این که این کار رو در حد زنا هم دانستن، یعنی زنی که همسر دارد و مردی رو به عنوان دوست در کنار خودش انتخاب میکنه، که عرض میکنم این البته در جوامع اروپایی و جوامعی که هرزگی و فساد و فحشا درش به اوج خودش رسیده و از اونجا این کثافات خودشون رو سرازیر میکنن و بعضی از جهان کشورهای جهان سوم و کشورهایی که در واقع از نظر علم و فضیلت در درجات پایین‌تری هستند و افرادش دارای عقده‌های حقارتی از نظر روانی و روحی میباشند. فاطمه مهدیه، فاطمه چشم ما در انتظار، گشت دل ها بیقرار، یبن الزهرا، یبن الزهرا، یبن الزهرا، خلقتت لطف خدا، آرزوی مصطفی، ای گل طه. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. آیه شریفه همونطور که در بحث‌های گذشتم عرض کردیم پیرامون جایز بودن عقد نوع دوم که عقد موقت هست در اسلام، در آیه مبارکه 23 سوره نساء یا بعضی از قرآن‌ها به دلیل اینکه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو در واقع جزء آیه محسوب میکنن، شاید آیه 24 باشه اگر اشتباه نکنم، که در این سوره مبارکه این آیه شریفه بیان می‌دارد که عقد موقت جایز هست، مانند عقد دائم هست، فقط تفاوت‌هایی با عقد دائم داره و این کار رو خداوند متعال برای سهولت برنامه‌های مؤمنین و مؤمنات در جامعه جایز دانسته. آیه شریفه می‌فرماید که والمحصنات من النساء، یعنی زنان شوهردار بر شما حرام هستند، به هیچ وجه هیچ کس در هیچ زمان و هیچ مکانی نمی‌تواند با زن شوهردار ارتباطی داشته باشه و زن شوهردار هم نمی‌تواند با مردی ارتباط داشته باشه، برخلاف اون چرا که امروز در جوامع اروپایی و در بعضی از ماهواره‌ها بر روی اون شدیداً از طرف صهیونیسم جهانی داره تبلیغ میشه، برای پاچیدن ارکان خانواده‌ها که زنان شوهردار میتوانند
مردی رو غیر از شوهر خودشون به عنوان دوست در کنار خودشون داشته باشن. قرآن کریم نهی شدید از این برنامه کرده و از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین احادیثی رسیده دال بر این که این کار رو در حد زنا هم دانستن، یعنی زنی که همسر دارد و مردی رو به عنوان دوست در کنار خودش انتخاب میکنه، که عرض میکنم این البته در جوامع اروپایی و جوامعی که هرزگی و فساد و فحشا درش به اوج خودش رسیده و از اونجا این کثافات خودشون رو سرازیر میکنن و بعضی از جهان کشورهای جهان سوم و کشورهایی که در واقع از نظر علم و فضیلت در درجات پایین‌تری هستند و افرادش دارای عقده‌های حقارتی از نظر روانی و روحی میباشند. حالا اگر در جامعه اسلامی هم آمدن عده این کار رو کردن، ما باید اطلاع داشته باشیم، بهشون تذکر لازم رو بدیم که بعضی از، یعنی در واقع میگیم بعضی از ائمه شیعه، یعنی احادیث از بعضی از این بزرگواران رسه، نه اینکه همشون این رو نگفتن و یا اعتقاد نداشتن. یک امام وقتی یک بیانی رو داره، تمام ائمه ما، یعنی از 12 امام یک امام وقتی بیانی رو دارن، 11 امام دیگه بلا استثناء اون بیان رو تایید میکنن. بیان پیغمبر هم همینطور هست، بیان صدیقه طاهره سلام الله علیها هم به همین صورت هست و هیچ کدوم اینا با هم دیگه اختلافی در اون کلامی که صادر میشه از ناحیه مقدس اون بزرگواران با هم ندارن. پس زنانی که دارای همسر هستن فقط در همون حد عرفی که در جامعه هست میتوانن با مردان غریبه به عنوان کسانی که توی فامیل هستن، دوست هستن، قوم خویش هستن، خریدی میخوان بکنن و اینهایی که قبلا توضیح هم دادیم در بحث حجاب، میتونن در حد عرف صحبتی داشته باشن. خلاف عرف رابطه داشتن رو حتی در حد گناهش رو در حد زنا هم دانستن. آیه شریفه صریحاً بیان می‌دارد که زنان شوهردار، زنانی که همسر دارند، بر شما حرام هستند. به هیچ وجهی من الوجود، در هیچ زمان و مکانی نمی‌توانید با اینها رابطه‌ای خلاف عرف، خلاف عرف اجتماع داشته باشید، حتی اگر دوستی باشه. بعد ادامه میده تا اینجا که مگر آنها را که مالک شده، که توضیح دادیم اینها احکامی است که خداوند متعال بر شما مقرر داشته، و زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد، یعنی همسر نداشته باشند و محارم شما هم نباشند، بر شما حلال هستند. باز هم غیر محارم هم با اون شرایطی که عرض کردیم، مثلا دوتا خواهر اینها نمیتونن، و توضیحاتی که دادیم در بحث آغازین ازدواج و همچنین بحث حجاب. میفرماد با اموال خودتون آنها رو میتونید اختیار کنید، یعنی مهریه‌ای براشون مقرر کنید، نفقه‌ای براشون در نظر بگیرید، یا اونهایی که عقد موقت هستن با مهریه‌ای بدون نفقه، خواستید نفقه بدید، نخواستید ندید، در عقد موقت، در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید. و زنانی را که عقد موقت مینمایید، همسرانی را که به عقد موقت اختیار میکنید، واجب است که مهر آنها را بپردازید. مهرشون به عنوان دینی بر عهده شماست و گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید و صلح کرده اید بعد از تعیین مهر، که اینها را هم توضیح دادیم، خداوند متعال دانا و حکیم است. در این زمینه من خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم که در جلسات گذشته این مطلب رو بیان کردیم که عقد موقت دو گروه موافق و مخالف داره. مخالفین عقد موقت عرض کردیم چه کسانی هستن، توضیح دادیم که در رأس مخالفین خب دشمنان خدای تعالی، دشمنان پیامبر و دشمنان ائمه، دشمنان در واقع نسل سالم بشر، دشمنان بشریت و دشمنان مسلمانان و مخصوصا شیعیان، کسانی هستند که مخالف این عقد هستند. گفتیم در این گروه اول هستند، توضیحاتی پیرامون این قضیه خدمت شما دادیم که اینها
خیلی جالب هست این نکته رو دوستان در نظر داشته باشن که سعیشون این هست که در جوامع کلن ازدواج رو مطرود و متروک کنن و بلکه نفی کنن، ولی چون زورشون به ازدواج دائم نمیرسد، ازدواج دائم یه چیزی که بین مردم جا افتاده، ازدواج موقت رو نفی میکنن، به جاش چیزی رو که ثابت میکنن زنا هست. یعنی زنا رو یه چیز خیلی عادی و مد جا میاندازن و ترویج میکنن و خیلی علنی تو ماهواره ها و چیزهای دیگه تبلیغ و ترویج میکنن این مسئله رو که برید و رابطه داشته باشید. این رابطه نامشروع هیچ مشکلی نداره، هر وقت شما خواستید اون وقت با هم ازدواج کنید، هر وقت هم نخواستید نکنید، شاید همدیگر نشناسید و حالا میگیم تو بحث ازدواج که اصلا از چه فرمولای استفاده خواهن کرد. بعدم این مطلب رو گفتیم که گروه ها رو که ما میشماریم دلالت بر این نمیکنه که حتما بگیم حالا گروه دومم مخالفین مثل گروه اول هستن، نه، حالا داریم مخالفین رو میشماریم، دلیل بر این نیست که همه اینا مثل هم باشن. دومین مخالف که در رأس همه مخالفینه و این جمله رو این جلسه عرض میکنیم که تمام افرادی که امروزه به عنوان برادران اهل تسنن ما در کشورهای مسلمان زندگی میکنن، اینها در واقع جزء این گروه دوم ما هستن، یعنی خودشون دلیلی بر این قضیه ندارن بلکه تبعیت میکنن از خلیفه دوم جناب عمر ابن الخطاب که میگوین که ایشون حسب اون جمله معروفی رو که ما عرض کردیم از خلیفه دوم نقل کردیم، میگن که و احادیث دیگر رو میارن از صحیحین و همچنین صحاح مختلف و کتب معتبر اهل سنت که به هر حال توضیحاتش رو دادیم که عقد موقت بوده در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر یا ابیبکر هم بوده، در زمان عمر هم بوده و اواخر خلافت عمر توسط خود عمر عقد موقت عرض به خدمتتون که تحریم شده و عامل به اون تهدید به مجازات سنگسار شده. پس ما در جلسه گذشته این رو اثبات کردیم که عقد موقت حسب گفتار خود خلیفه دوم مسئله جا افتاده بوده تو اسلام، همه هم بهش عمل میکردن، اون کسانی که میخواستن عمل کنن عمل میکردن، مثل ازدواج، یعنی ازدواج فرق نمیکنه، مثل ازدواج دائم. حالا میگیم در چه موقعیت هایی و به چه صورت هایی عمل میکردن بهش. گیرم این که این خلیفه بنا به خواست خودش و ظاهراً در احادیث متعددی که اهل سنت آمده این مسئله رو توجیه بکنه چون نتوانستن، لذا گفتارها گفتارهای متناقضی است و متعددم هست، یعنی تعدد گفتارها نمیگذاره ما بفهمیم که چرا خلیفه دوم و به چه دلیلی آمده حکم الهی و آیه 23 سوره مبارکه نساء رو حکم به عدم انجامش داده و عامل به انجام اون رو در واقع آدم زناکار و در حد زناکار دانسته، که حالا احادیثش رو میخونیم. این خلیفه دوم هست. چیزی که این جلسه بهش اضافه کردیم، گفتیم تمام کسانی که در اهل سنت صحبت میکنن مبنای فکریشون کلام خلیفه دوم هست. سومین گروه رو عرض کردیم که تمام کسانی که در زمان حکومت عمر تبعیت 100% از او داشتن، همه اونها بلا استثناء، یعنی بدون دلیل، این جمله هم زیرش خط بکشیم خوب هست، بدون دلیل تبعیت میکنن و میگن چون خلیفه گفته من نهی کردم بنابراین این کار دیگه جایز نیست، اما دلیلی در این زمینه موجود نیست. چهارمین گروه عرض کردیم که گروهی از بین شیعیان هستند، این خیلی جالبه، که مخالف عقد موقتن. این گروه که از بین شیعیان هستند در واقع عمدشون، یک توضیح رو اول بدیم، مخالفت اینها با عقد موقت مخالفت اصولی و بنیادی نیست مانند خلیفه دوم یا مانند گروه اول یا گروه سوم. این گروه چهارم که از بین شیعیان هستن
مخالفتشون اصولی و بنیادی با حکم خدا نیست. یعنی وقتی بهشون میگه آقا این حکم الهی است و آیه 23 سوره مبارکه نساء دلالت بر این قضیه میکنه، اینها نمیگن آقا ما با این مخالفت داریم و میگیم این حکم چیز نیست، به قول ثابت نیست، یا نسخ شده، یا مثلا عرض به حضورتون که نهی شده، یا پیغمبر دستور داده در زمان خوش این کار انجام ندید. نه، ما با حکمش موافقیم، اما با کاربرد این مخالفیم. و همچین یک جوریه که ما احساس میکنیم که شأن شیعه، شأن نوامیس شیعه با این حکم زیر سوال میره. چرا حالا اینها این حرف رو میزنن؟ علت و دلیل تامش اینه که اصلا اینها معنای ازدواج موقت رو یک بار هم که شده محض رضای خدا در کتب شیعه مورد مطالعه قرار نداده اند. دوم، مسائل کاربردی ازدواج موقت رو اصلا مورد بررسی قرار ندادن که ازدواج موقت رو خداوند حکمش رو برای چی نازل فرموده بر پیغمبرش و چه استفاده هایی برای جامعه داره مانند ازدواج دائم. و سوم هم نخواستن یک لحظه فکر کنن که وقتی دارن صحبت از ازدواج موقت میکنن خودشون دارن کلمه ازدواج رو بر زبان جاری میکنن، یعنی ازدواج از باب افتعال، یعنی دو نفر با شرایطی که شارع مقدس تعیین کرده اینها باید به زوجیت یکدیگر در بیان، همونجور که در ازدواج دائمه. تنها سه تا تفاوت کلی ازدواج دائم با ازدواج موقت داره. حالا در جزئیاتش وارد احکامش ممکنه بعداً فرصت کنیم بشیم. اینها سومین موردی که دارن در این قضیه خیلی جالبه، از بین شیعه هم هستن، اینها اینجور هستن. عمده این افراد هم، حالا یک تفاوت چهارم هم داره اونم عرض میکنیم، عذر میخوام تفاوت که نمیتونیم بگیم، در واقع یکی از دلایل مخالفت های اینها، اونم عرض میکنیم، بعد میگم که اون وقت یک نتیجه اینجا میگیریم میریم ادامه بحث. ببینید دلیل چهارم اینها هم، یعنی علت، حالا ما اینجور باز بگیم بهتر هست، علت چهارم برای مخالفت این گروه که ما بررسی کردیم در بین کتب و در جامعه بررسی کردیم، نتیجه تحقیقاتی که داشتیم در این زمینه این هست که اینها تحت تبلیغات و تهاجمات وسیع گروه‌های یک، دو و سه قرار گرفتن. گروه‌های یک ماهواره‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و اینا، آمریکایی‌ها لواط و جایز می‌دونن، وزیر امور خارجه آلمان میره با یه مرد دیگه ازدواج می‌کنه، صدر اعظم آلمان میاد در حضور همه خبرنگارا تبریک میگه، اینا خیلی عادیه و عین دموکراسیه، خیلی جالبه. یک عمل شنیع کثیفه که همه وقتی فکر این عمل به ذهنشون میرسه چندششون میگیره و چندش آور هم هست. هر حیوانی هم از این عمل پرهیز میکنه، واقعا ما در بین حیوانات هم همچین چیزی رو نداریم. این گروه اولا، اینها میان مخالفت میکنن با عقد موقت. گروه دوم هم که جناب خلیفه دوم هست، بر هر مبنایی که آمده که عرض کردم به چه دلیل ما نتونستیم مبنای اصلی رو پیدا کنیم، مبانی زیاده، مثلا میگه که دو تا شاهد عادل اگه بیارین، در روایتی خود جناب عمر میگه که اشکال نداره دو تا شاهد عادل اگه باشن بیارین که بدونیم که مثلا اینجا ازدواجی رخ داده، اما اگه شاهد عادل نداریم من سنگسار میکنم. روایت دیگه باز چیزای دیگه میگن. این عرض کردم برای که بدونید ما دست خالی در این زمینه نیستیم، روایت و احادیثشون رو خوندیم. گروه سوم و گروه دوم، در واقع که گروه سوم تبعیت از خلیفه دوم میکنن و شروع میکنن با کتب خودشون، با نوار و سیدی و تبلیغات و تهاجمات خودشون تو شبکه های عرض به خدمتتون که ماهواره خودشون که بر علیه شیعه دارن اینا رو مطرح میکنن، روز به روزم علنی‌تر مطرح میکنن. مثلا شما میری مکه در قبرستان بقی، اونجا مبلغین افغانی
اونجا فقط در یک کانال اینها رو قرار دادن، به صورت کانالیزه یک سری اطلاعات دستبندی شده در اختیار اینها قرار دادن. این طفلی ها مثل این بلا تشبیه بلا قیاس مثل این حیواناتی که شما دیدی اینا رو صبح میارن در یک جایگاهی قرار میدن، یه خود علوفه میریزن جلوی اینها، اینها شروع میکنن علوفه رو میخورن، کله هاشون توی معیار مشخصی از نظر مکانی قرار داره، آبشون هم یه جای مشخص هست، علوفه شون هم یه جای مشخصه، دوباره اینها رو انتقال میدن میبرن یه جای دیگه، یه جای دیگه اونجا مثل شیر اینها رو میدوشن، یه جای دیگه اینها میرن نمیدونم مثلا فضله شون رو نمیدونم جمع میکنن مثلا. اینها بلا قیاس بلا تشبیه طفلیام یه همچین حالتی پیدا کردن. یعنی نمیگن که آقا ما وقتی که میخوایم بریم اینجا تحت تبلیغ مثلا وهابیت قرار بگیریم به ما اینها رو بیاموزه، خب به اینا بگیم آقا یه کتاب القدیر هم بدیم ما محض رضای خدا بخونیم، یه کتاب به هارال انوار هم بدیم بخونیم ببینیم خب گفته های اینا هم چی هست، یه کتاب احقاق الحق هم بخونیم ببینیم خب اینا چی گفتن، یه کتاب اصول کافی وسائل و شیعه ما اینا رو هم بخونیم، گفته های دیگه هم بالاخره فرزندان پیغمبر اونها هم در حد خلیفه اول و دوم و سوم به زعم اونا به هر حال اینا هم عالم بودن، فاضل بودن، دانشمند بودن، خب ببینیم اینا هم چی گفتن. نه یه کانال مشخصی است، مثل همین مثالی که عرض کردم که تو این فیلم‌های مستند نشون میده که این حیواناتو میارن فقط یه جای مشخصی دون میخورن، یه جای مشخصی فضله میکنن، یه جای مشخصی شیرشون رو میدوشن، بعدم دوباره میبرنشون تو همون طویله خودشون. خب این که یک مسئله کاملا منسوخ از بین رفته از این طرز تفکر، چجوری انسان با این طرز تفکر میخواد روش بکنه. اینا میان تو قبرستان بقی، خیلی جالبه، جزو گروه دوم، یعنی میخوایم بگیم گروه چهارم ما تحت تأثیر این تبلیغات هم قرار میگیرن و چون شیعه غیرتی هم هست، انسانهای دیگه هم همینطور هستن تا حدودی، اینا میان اونجا میگن که آقا فریاد میزنن، من خودم بودم شنیدم، فریاد میزنن که آقا شما چه جور شیعه هستین که ناموستون رو میبرن سیغه میکنن، اگه راست میگید برید جلوی علماتون رو بگیرین که فتوا به همچین چیزایی دین، شما غیرت ندارید. حالا ما اینا رو جواب اینها رو هم خواهیم داد. میگم یعنی این گروه چهارمی که از بین شیعه هستن تحت تاثیر این گونه تبلیغاتن و چون خودشون مطالعه ای ندارند خیال میکنن که اینا یه حرفی که دارن میزنن درست میگن. حالا من اینها رو بازش میکنم شما ببینید اصلا مطلب اینها نیست، واقعا چقدر اینها عقب مونده هستن از نظر فکری که این حرفا رو بیان میکنن. اینا گروه چهارم ما، تو این گروه چهارم ما دسته ای از دسته، یعنی بخوام بگیم اکثریت، دسته بیشماری خانوم های شیعه هستن. خانم های شیعه برای چی مخالفت میکنن با عقد موقت؟ خب اینها یک سریشون مطالعه ندارن، شاید اکثرشون باشن مطالعه درست ندارن و خانم ها حساسیت رو مسئله ای دارن و ترس از اون هم دارن و اون هم این هستش که اگر این مطلب در بین شیعه مثلا جا بیفته نکنه فردا اینها یک هوایی به سرشون بیاد، به خاطر ترس از این مسئله که اتفاقم افتاده ها و اتفاقم میفته بعضی از جاها. یعنی اگر این مسئله عقد موقت هم نبود به گونه دیگه این دائما این مسئله بوده از صدر عالم در حال اتفاق افتادن هست. اینا از ترس این قضیه بندگان خدا بهشون هم میگه آقا این حکم خداست، میگه من کارم حکم خداست، اگر بفهمم دنبال این کار تو داری میری چشماتو در میارم. از ترس این قضیه عرض به خدمتتون که با این مطلب اصلا میونه خوبی نداره و کتاب شما بخر مثلا راجب این که نظر اسلام راجب عقد موقت چیست، میخواد در خونه ببری تو این کتاب چیه، برای چی خریدی، 100 جلد کتاب دیگه بخر ورد ببر تو خونه. همه رو نمیگم حالا اینجورا، بعضی خانم‌ها اهل فضلن، اهل علمن، نه محققن، تحقیق میکنن. این تصورش اینه که الان که این کتاب آورده میخوان این کتاب بخونن صبح یه هوا به سر این میاد، اینا مخالف این قضیه هست. این گروه چهارم ما هست، اینا مخالفین عقد موقت ما هست. اما من میخوام اتفاقا شروع کنم در زمینه موافقین. قبل از این که موافقین رو مورد بررسی قرار بدیم خیلی سریع حسب وقت زیری که داریم من چند تا روایت رو سریع بخونم بیایم جلو
تا یک نتیجه بگیریم بریم سراغ موافقین عقد موقت. یک صلوات بلند بفرستید. من در جلسه گذشته برای شما خوندم که ابن زبیر در مصنف ابن ابی شیبه هست، جلد 4 صفحه 293، اونجا بیان میکنه که ابن زبیر یعنی فرزند زبیر ابن عوام. ابن زبیر خطبه میخوند میگفت الا و ان المتعه هی الزنا العیاذ بالله. میگفت آگاه باشید که متعه یعنی عقد موقت همون زنا هستش. واقعا ببینید به چه دلیل، به چه مجوزی کلام پروردگار در قرآن، کلام رسول الله، کلام خود خلیفه اول، دوم و خود خلیفه سوم که تا اواخر خلافتش اینا قبول داشته، اینا با این مطلب زیر سوال می بردن. به چه دلیل؟ همین، به خاطر اینکه ما تابع خلیفه دوم هستیم. هرچی اون گفته درسته، حالا دلیلش هرچی تو خودش میده ما نمیدونیم، این زناست. بعد این بین مردم رواج پیدا کرده، حالا میان تو قبرستان بقی اینم همونو میگه، اما بهش میگی دلیل بر این مطلب داری؟ دلیلی نداره، فقط از احساسات و عواطف مردم نهایت سوء استفاده رو میکنه. بعد یک روایت دیگری رو من برای شما بخونم. یک صلوات دیگری بفرستید. ببینید واقعا چه خبر بوده. از سعید ابن جبیر، نمیدونم این روایت رو در جلسه گذشته من خواندم برای شما یا نه، از سعید ابن جبیر روایت میکنن که گفتش که من شنیدم عبدالله ابن زبیر، یعنی همون کسی که ما الان خوندیم روایت چه گفته، الا ان المتعه هی الزنا، عبدالله ابن زبیر ابن عوام، میگو ما شنیدیم عبدالله ابن زبیر هی میرفت این ور اون ور خطبه میخون و میتوپید به ابن عباس، شد ابن عباس طرفدار عقد موقت بود، میگفت خودم از سمعت رسول الله، خودم از پیغمبر شنیدم، نمیتونم چیزی رو که پیغمبر شنیدم نهیش بکنم. تمام علمای اهل سنت تقریبا میتونیم بگیم این گفته ابن عباس رو در کتبشون نقل کردن بلا استثناء، تقریبا میتونیم بگیم تمام اونهایی که در این زمینه بحث کردن. البته میگه وقتی که شروع کرد هر جا رفت خطبه خون عقد موقت رو کوبید و تهاجم کرد بر علیه این مطلب، میگه که ابن عباس اومدن به ابن عباس کنن بابا این خیلی داره آبرو تو رو میبره، همش داره ناسزا بهت میگه، حرف بد میزنه و میگه تو ترویج زنا داری میکنی، برخلاف خلیفه دوم مردم رو میشورونی، از این حرفا داره میزنه. ابن عباس دیگه نتونست تحمل بکنه، یک جمله عجیبی رو گفت. گفت اگر این دفعه اومد این خطبه رو خوند، برید بهش بگید اگر راست میگی بیا بریم پیش مادرت، از مادرت ما سوال کنیم که تو توسط، یعنی به سبب عقد دائم به دنیا آمده ای یا به سبب عقد موقت. میگه رفتن بهش گفتن عبدالله ابن زبیر رفت پیش مادرش، گفت اینا چی میگن؟ گفت راست میگه، من به عقد موقت پدر تو در آمده بودم و تو هم فرزند پدرت هستی، من مادر تو هستم. یک صلواتی بفرستید. گفت من همسر دائمی پدر تو نبودم، همسر موقت پدرتو بودم، در یک مدت زمانی خواست با من ازدواج بکنه، اومد ازدواج کرد، یک مدت زمانی ما با هم بودیم تا این از دنیا رفت و خداوند تو رو به من داد. تو که میری خطبه میخونی میگی الا ان المتعه هی الزنا، خب ما خودت که زنا زاده میشی که. ابن عباس اینو گفت، گفت برید بگید مادرش. اینو رفتن گفتن به مادرش، مادرش هم تایید کرد، گفت بله خود عبدالله ابن زبیر فرزند عقد موقت بود، فرزند عقد دائم هم نبود.
بعد ابن عباس برگشت گفتش که اگر من بخوام مردانی از قریش رو که از طریق عقد موقت به دنیا آمده ان نام میبرم، کسانی رو نام میبرم که الان دارن مخالفت با عقد موقت میکنن، این رو بیان کرد. گفت نام میبرم همشون، یعنی که همشون، حالا نمیشه گفت آبروشون بره، چون حالا من این مطلبی رو عرض میکنم برشون که اصلا این مسئله آبروریزی و این حرفا درش نیست، ولی حالا گویا نام میبرم که آبروتون بره. خیال کنیم که مثلا شما که مخالفت میکنیم مردم همه شما رو بشناسن و میدونن که منم آدم راستگویی و اصلا در این زمینه و موثقم. این هم یک روایت. یک روایت هم از اگر من پیدا بکنم اینجا که باز بیارم خدمت شما که بر یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. میگه یه نفر آمد توی البته روایت اولی که خوندم، باز میتونید رجوع کنید به کتاب ازدواج موقت مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه که تمام روایات اهل سنت رو در موافقت و مخالفت این مطلب عنوان کرده و نتیجه گرفته و روایات جعلی رو هم اونجا بیان کرده به چه دلیل این روایات جعلی است. در کنز العمال یکی از کتب حدیثی و روایی اهل سنت میگوید که ام عبدالله یک خانومی بود، روایت میکنه که یه مردی از شهر شام اومد تو منزل او، یعنی اینایی که میرن تو مثلا جایی مسافرخونه یا مثلا جایی میرن، قدیم اینا نبود، میگم آقا جون من میتونم یه شب اینجا اتراق کنم چقدر میشه؟ مثلا میگفت انقدر یه اتاق داریم به تو میدیم، مثلا برو انقدر بده داشته باش این اتاق، یک شب دو شب یه روز دو روز هرچ. این اومد اونجا و به این خانم گفتش که اینجا من مدت مدیدی میخواهم بمانم تو این شهر، آیا خانومی هست که در شأن من باشه؟ من اهل هرزگی و فحشا و فساد نیستم، چون اون موقع فساد و فحشا و هرزگی بود، مثل حالا که شما کنار خیابون یه ماشین میاد و میسه بوق میزنه با هم دیگه تعیین نرخ میکنن، عرض به خدمتون که یا سوار میشن یا سوار نمیشن میگیرن، این هرزگی و فساد چه ماشین بوده چه ماشین نبوده هرچی بوده از صدر اسلام همینطوری بوده تا حالا، از صدر خلقت هم بوده تا حالا، فرقی نمی کنه. میگه که آمد گفتش که من اهل هرزگی و فساد و فحشان نیستم، میخوام اینجا یه مدتی بمانم، گیرم میخوام ببینم که میتوانم اینجا با یک خانومی که در شأن من هست، شرایطم هم این هست، این مدتی که اصلا میتونم ازدواج بکنم. میگه این که من میرم میگم ببینم کسانی که هستن شرایط تو رو دارن، میتونم باید ازدواج کنم، خانومی برای تو مثلا پیدا کنم که به شأن تو بخور. میگه رفت پیدا کرد، آمد و اینها رفتن خطبه ازدواج خوندم، خطبه ازدواج موقت خوندم به یه مدتی مشخص با یه مهریه مشخص. این تموم شد، مأموریتش در مدینه به پایان رسید، دوباره مدینه رو ترک کرد، مدت عقدش هم به اتمام رسید، مجددا این خانم بهش نامحرم شد، او رفت دنبال کارش، این مهریه اون خانم داد رفت به سمت شام، خبر بردن برای خلیفه دوم، گفتن که آقا یه همچین جریانی اتفاق افتاده. گفت این دفعه که از شام اومد دوباره اینجا مأموریت داشت، بیاریدش پیش من. آوردنش این دفعه پیش عمر ابن الخطاب، گفت چه چیز تو رو بر این کار وادارت کرد؟ گفت ایشون خواستم ازدواج بکنم، چیکار کنم؟ برم دنبال هرزگی و فساد و فحشا و اینا، دنبال این خانه هایی که در زمان جاهلیت شما میدونید خانه هایی بودن که بالا سر این خانه ها یک پرچم هایی میزدن نشون دهنده بود که این خانه محل فحشاست. گفت چیکار کنم؟ برم مثلا بگم که آقا جون منم میخوام اومدم اهل فحشا و هرزگی و فسادم، بعد انواع بیماری ها رو برم بگیرم فلان، چیکار بکنم؟ ما رفتم ازدواج کردم، کاری که پیغمبر فرمود. گفت پیغمبر این کار انجام میداد؟ گفت بله، من این کار رو با رسول خدا هم که بودم در زمان اون حضرت که بودم با تایید اون حضرت انجام دادم، مأموریت که داشتم میادم انجام میدادم.
آن حضرت هم تا زنده بود میدونست که من این کار انجام میدم، از اون حضرت دستور میگرفتم، بعضی وقتا شاید مثلا خود حضرت خطبهشو برام میخوند، نهیم نکردم. بعد گفت دیگه، گفتش که زمانی که ابابکر اومد خلافت رو گرفت، ما در زمان ابابکر هم این کار انجام میدادم، ابابکر هم مطلع بود، او هم تا زنده بود منو از این کار نهیم نکرد. در زمان شما هم من انجام میدادم، تا الان که شما حالا منو دیدی داری نهیم میکنی. بعد میگه عمر بهش گفتش که آگاه باشید، قسم به آن که جانم به دست اوست، اگر پیش از این از آن نهی کرده بودم، یعنی معلومه تا الان نهیشی نکرده بود، گو اگر پیش از این از اون نهی کرده بودم، یعنی از عقد موقت نهی کرده بودم، تو رو سنگسارت میکردم که این کارو کردی. آخه برای چی؟ مگه خلاف کرده این؟ خلاف شرع کرده، خلاف عقد مرتکب شده، خلاف اجتماع مرتکب شده، خلاف عرف مرتکب شده. میگه اگه پیش از این کارو نهیت کرده بودم و تو انجام الان داده بودی، سنگسارت میکردم، اما چون قبلا نهیت نکرده بودم و تو این کارو رفتی انجام دادی، فقط همین مقدار بهت میگم این دفعه، چون این دفعه اومده رفت و یه زن گرفته بود. گو برو اینو اهم جدا بشید. خیلی جالبه اینجا، چرا جدا بشید؟ گفته خلیفه دوم هست، تا نکاح و ازدواج از زنا شناخته بشه. یعنی اونی که حرف رو تو دهن عبدالله ابن زبیر گذاشته خلیفه دومه. چندین روایت در صحیحین کتب دیگر اهل سنت نقل شده که بله اووردن، هی اووردن، نزدیک و نزدیکتر کردن، ازدواج رو اووردن کردن، به حد زنا رسوندن. بعد الان شما برنگ شو برو ببین عربستان، عربای تو امارات، ببین چقدر ما اونجا مرکز فساد و فحشا داریم. اینا میرن تا ساعت 3-4 صبح به عیش و عیاشی مشغولن. اینا نه زنا هست، نه حرامه، نه نهی شده، نه خلیفه دوم، نه خلیفه اولش کنون اینا نهی نکردن، اینا دارن انجام میدن. من رفته بودم یه کاری توی یکی از این کشورهای عربی داشتم، دیدم کنار درب آسانسور یک اطلاعیه‌ای به عربی زده که حاکم این کشور اطلاعیه داده بود چون ماه مبارک رمضان نزدیکه، خواهشمندم برای اینکه به سحریتون برسین که بخورین، یک ساعت از عیش و عیاشی کمتر کنید، به جای 4 صبح 3 صبح برید منازلتون. اینها جایزه، حلاله، مشکلی نداره. نسل تمام این کسانی که کشورهای عربیان دارن منقرض میشن، بعضی از اینا مثل کویت و قطر به بچه هایی که دارن از اون کشور به دنیا میاد 10,000 دینار دارن جایزه میدن که برید بچه دار بشید که نسلتون منقرض نشه. به این حد رسیدن، به اینجا رسیدن بنابر فرمایش خلیفه دوم و تابعین از اون و همچنین گروه اول فلان فلان. اون وقت اینها آمدن میگن آقا کسی بخواد ازدواج بکنه طریق مشروعی بره جلو، چون زورشون به ازدواج دائم نمیرسه و میخوان نسل رو به هر صورتی از منقرض بکنن، اومدن ازدواج موقت رو هم جلوش گرفتن، نهی کردن، ازدواج موقت رو در حد زنا بردن بالا. خب احادیث در این زمینه بسیار زیاده، بسیار زیاد. یک کتابی رو من بهتون عرض میکنم، پاسخی به تهاجم در پوشش دفاع از اهل بیت، آقایی به نام سید علیرضا حسینی این کتاب رو نوشته. فصلی داره به نام ازدواج موقت، شبهاتی رو ایشون تو این کتاب آورده پاسخ داده، من شبهات دیگر رو مطالعه نکردم، در مورد ازدواج موقتش رو خوندم، دیدم چون مورد بحث ما بود، دیدم خوب وارد بحث شده. تمام، تقریبا میتونیم بگیم تمام کتب اهل سنت رو، حالا همش هم نباشه، تقریبا اکثریتش اونجا بیان کرده که راجع به موافقت عقد موقت و مخالفت اون صحبت کردن خود اهل سنت. بیان کرده از علمای بزرگ اهل سنت که اینها موافق عقد موقت بودند، از بزرگان اهل سنت اونجا بیان کرد. من
وقتی ندارم بخوام این رو برای شما باز بکنم، چون میخوام مطلب دیگه ای رو عرض بکنم براتون. اگر رسیدیم انشالله از این کتاب هم ما موارد رو که ایشون زحمت کشته اخذ کرده و گرفته برای شما نقل خواهیم کرد. اما میخوام مطلب اینو اینجا عقلن مورد بررسی قرار بدیم. این مخالفین عقد موقت بودن، اما موافقین کیا هستن در عقد موقت؟ موافقین در عقد موقت شما باید شناختین اینها رو دیگه. اول کسی است که آیه 23 سوره مبارکه نساء رو بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرده، یعنی خود پروردگار متعال موافق این کار. دوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که این آیه رو دریافت کرده، خودش همین دستور رو داده، موافق این کار بوده. سوم تمام ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، که حالا اگر برسیم در جلسات آتی انشالله احادیثی از این بزرگواران رو می آوریم و می خونیم، ممکنه الان فتح بابی هم در این زمینه داشته باشیم که ببینید که چقدر حدیث در این زمینه است. یک نکته ای رو من تو پرانتز قبلا عرض کردم، الانم عرض میکنم، خانوم ها بیشتر به این نکته توجه بکنن. یه وقت ما داریم راجع به موافقت و مخالفت یک امری از دیدگاه اسلام داریم صحبت میکنیم، میخوایم نیاییم علکی دلکی کشکی به قول معروف کلکی با یک امری از امورات اسلامی مخالفت ببرزیم بدون هیچ دلیل که عذاب الهی رو به جون بخریم. یه وقت داریم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، یه وقت راجع به این قضیه میخواهیم صحبت بکنیم که آقا این عقد موقت در کجا به کار میره. آیا عقد موقت رفتن گرفتن 4-5 تا همسر اختیار کردن هست، اینا رو ریختن به جون همدیگه، خودمون بشینیم کنار قلیون بکشیم، اینه عقد موقت واقعا چیزی که در اذهان ما هست؟ اینو این بحث دیگری داره که دقیقاً یک جلسه بحث می‌طلبه که انشالله امیدواریم که جلسه آتی ما باشه، که بحث بسیار جذابی هم هست، بسیار عالی، که ببینید چه مواردی از نظر کاربردی برای عقد موقت در اسلام مطرح شده و شاید هیچ کدوم شما نمی‌دونید. ما فقط از عقد موقت خانم‌ها هوو بازی رو می‌دونن، آقایون هم اینو می‌دونن که آخ جون میرم یه زن دیگه می‌گیرم، اما اینجور نیست واقعاً. واقعیت مطلب این نیست، دشمن هم از همین سو استفاده کرده. این پرانتز میبندیم فعلا. از موافقین داشتیم میگفتیم، پروردگار متعال، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. خیلی جالبه از بین موافقین گفتم برید کتب اهل سنت، در القدیر مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه بیان کرده، خود ابوبکر هم اینجور بود، خود زبیر ابن عوام موافق عقد موقت بوده، خود طلحه موافق عقد موقت بوده، بسیاری از سابهین، بسیاری از صحابه و تابعین، مانند صحابه مانند ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری اصلا موافق بودن، موافق این کار بودن. وقتی میگی موافق یعنی در نهی این برنامه اصلا صحبتی نکردن، اصلا صحبت نداشتن. و بعد از خلیفه دوم به بعد هم بسیاری از افراد مانند خود معاویه ابن ابی سفیان، خود عثمان، خود افراد دیگر در کتب مختلف اینها نقل شده که اینها جرأت مخالفت نداشتن ولی در دل خودشون مخالف این امر نبودن. حرفای جاهایی زدن که ما وقت بیانشو نداریم، رجوع بکنید به کتبی که براتون گفتم ببینید اینها موافق این کار بودن. حالا عقد موقت شما ببینید که امروزه چگونه شناخته میشه، یعنی در بین افراد چجوری مخالفین استفاده کردن، سوء استفاده کردن و اذهان در واقع شیعه رو بعضن نسبت به این امر خراب کردن و این وضعیتی که شما میبینید امروزه تو جهان اسلام حاکم هست، متاسفانه این وضعیت به وجود آمده که مسئلهی به نام زنا آمده جایگزین عقد موقت شده و این مطلب رو امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام پیشبینی کرده بود حضرت،
جلوتر گفته بود، ائمه هم این مطلب رو بیان کرده بودن، ابن عباس هم از قول امیرالمومنین علیه السلام این مطلب رو داره که اگر این اصلا تواتر این حدیث انقدر زیاد هست که اهل سنت همین حدیث رو به کرات بیان کردن که اگر عمر خلیفه دوم عقد موقت رو جلوگیری نمی کرد در جامعه اسلامی، خوب توجه بکنید، اگر خلیفه دوم عقد موقت را جلوگیری نمی کرد، یعنی ازدواج، این ازدواج موقت را جلوگیری نمی کرد، در جامعه اسلامی هیچ جوانی، هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ دختر و پسری زنا نمی کردن و طرف زنا هم نمی رفتن. خیلی عجیبه، مگر آدمایی که دیگه خیلی بدبخت بودن، خیلی بدبخت بودن، خیلی بدبخت. من این مثال سری میزنم رد میشم. ببینید، شما میبینید که یک عرض به خدمتتون این که در دل یک کوهستانی شما میبینید یک جاده بسیار همواری هستش، یه نفر این جاده هموار رو رها کرده داره از دل کوه میره همینجوری چنگ انداخته بره بالا بدون اینکه امکانات سنگ نوردی هم داشته باشه. شما هم داری فریاد میزنی که آقا این جاده هموار، خب بیا همه مثل همه بچه های حضرت آدم هستیم رد بشیم بریم دیگه، توجه نمی کنی که ما از این سنگ بد دارم بالا. این آدم میگن آدم بدبختی، یعنی همواره تو زندگیش مسیر صاف و رها میکنه، مسیر کج و معوج رو میره. توجه بکنی، حضرت فرمود مگر شقی، آدمی که خیلی بدبخته بره این کار رو انجام بده، و الا کی دیگه میره طرف زنا که اون عقوبات زنا برش مترتب بشه. اما آمدن چجوری این رو جا انداختن؟ این رو با تبلیغات، با تهاجمات وسیع و همون عواملی که چهار تا عاملی که عرض کردیم، نداشتن اطلاعات لازم مسلمان ها مخصوصا شیعیان. حالا مسلمان ها بگیم بهتره، چون بازی عده از شیعه، عده کثیری از شیعه مطالب رو میپذیرن، قبول دارن، همشون یعنی قبول دارن، یه عدهشون هم که همچین به مذاقشون خوشایند نیست، اونا رو ما میگیم مثلا مخالف هستن، ولی در بین اهل تصنن خیلی صفر وایسادن و میگن این مطلب همچین همون زناست، فرقی نمیکنه. حالا چرا؟ گفتیم از عدم اطلاع استفاده کرد، اطلاع رسانی درست بینه نشد، مطالعه ندارن، مطالعه نکردن. اینا آمدن میگن که آقا شما دقت بکنید، مسئله عقلانی هم هست، ولی خود ما هم تا حالا روش فکر نکردیم. طرف اومده هم چی میکنه؟ آقا من مثلا، حالا ما کاربردهای عقد موقت رو عرض میکنیم، میگه آقا مثلا من میخوام برم، بچه هم بزرگ شدن، خانوم من از دنیا رفته، دو تا بچه بزرگ دارم، یه خانومی هم هست دو تا بچه بزرگ داره، شوهر اونم از دنیا رفته، من میخوام برم مثلا با این خانوم ازدواج بکنم، نمیخوام اون خانوم بیاد تو منزل ما، نمیخوادم که من برم منزل او دائما اینجا مستقر باشیم، چون یا من باید کوچ کنم برم منزل او، یا او کوچ کنه بیاد منزل ما، نمیخوام اینجوری بشه. چرا؟ این بچه ها اذیت میکنن، نمیپذیرن. حالا توضیحشو من عرض کردم تو جلسه آتی انشالله خواهم داد. بعد به این نفر میاد میگه همچین میکنه، چیکار میخواد؟ میگه کسی باشه ما میخوام یه عقد موقتی بخونیم، مثلا 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال بخونیم باشیم، و اینا عقد دائم هم نکنیم که اینا حالا مسئله ارث و میراث و اینا پیش بیاد، مکافات بر ما درست بشه. میگه به، میخوای بری صیغه بکنی؟ تو هم خراب شدی. آره. میگه برای چی؟ خب این که آمده، کی بهت اینا رو یاد داده؟ خجالت نمیکشی تو میخوای بری این کار رو انجام بدی؟ خودت ناموس نداری میخوای بری این کار رو انجام بدی؟ خب میخوای چیکار بکنه؟ میخواد بره ازدواج بکنه. خب چیکار بکنه؟ ازدواج نکنه چیکار بکنه؟ در جواب این گروه از نظر عقلی چی باید گفت؟ باید بگیم آقا ما هر چی که از صدر اسلام تا الان، قبل از صدر اسلام هم بالاخره مسئله ازدواج اگر به این سیاق هم نبوده، انکه تو و یا زوج تو و یا متع تو، به هر کدوم که نبوده بالاخره یه سیاق دیگری بوده. حالا ما از صدر اسلام به این بر رو نگاه میکنیم، پیغمبر اسلام با چی رفته زن گرفته؟
چی خونده که زنه بهش محرم شده؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها بهش محرم شد. خب حضرت هم رفته صیغه عقد خونده، غیر صیغه عقد چیز دیگه هم پیغمبر رفته بخونه. تمام ائمه ما با همسرانشون می‌خواستن ازدواج کنن، از چه طریق این کارو انجام دادن؟ خودشون صیغه خوندن، صیغه ازدواج خوندن. صیغه بر دو نوعه، یا باید شما بگی انکه تو، یا باید بگی زوج تو، یا باید بگی متت. فرق اینو با هم نمی‌کنه. در عقد دائم هم شما باید صیغه بخونید، در عقد موقت هم باید صیغه بخون. تمام این علما، تمام این دانشمندان ما، تمام این دانشمندان اهل سنت، تمام علمای اهل سنت، تمام خلفای اهل سنت، ائمه اربعه اهل سنت، تمام و تمام و تمام اینا، صاحبان سهای سته اهل سنت، صاحبان کتب بزرگ شیعه، مراجع تقلید، همه و همه، همه اینا که به دنیا آمدن، پدر و مادرشون رفتن، پدر رفته خواستگاری مادر اینا، وقتی پسند کردن آمده گفته آقا جون خب چیکار بکنیم چیکار نکنیم، گفته یا باید بریم محضر، اون موقع اگه محضری بوده یا نبوده نشستن خطبه حق خوندن، خطبه حق اون صیغه است، همه اینا صیغه ای هم، همه شون هم از صیغه به دنیا آمده. غیر از اینه؟ اگه غیر از این بود که حرام بود که اون وقت، خلاف شرع بود که اون وقت. پس این که ما اگه بشینیم بگیم که آقا مثلا فلان کس عقد موقت کرده، همسرش از دست رفته، شوهرش از دست رفته، یه عقد موقتی کردنش، با این زنان چون خدا مرگم بده، عقد رفتی سیقه مرده شدی. آره خب بابای خود شما هم خانم رفته سیقه، عرض به خدمتون که یه خانمی رو سیقه خونده به عقد خودش داره، حالا یا عقد دائم کرده یا عقد موقت کرده. تمام این افراد حلال زاده ای که امروز هستن، خدا بر تعدادشون بیفزاید ان شاء الله، مخصوصا شیعیان، همه از طریق همین خوندن صیغه به وجود اومدن دیگه. غیر از این که نبوده که. شما یه نفر آدم حلال زاده پیدا کن که از طریق خوندن صیغه به وجود نیامده باشه، خب پیدا کن شما. حالا این صیغه بر دو نوع، یا صیغه دائمه یا صیغه موقت. اونجا هم شما میگی چی میگی تو لفظ؟ لفظ انکهت رو به کار میبری، موکلتی لموکل هازا نمیدونم فلان، آقا چی میخونه تا سه بار، خانم شما راضی هستین، خانم بگه فلان مثلا من قبول کردم مثلا فلان، اینا یه تشریفاتی هم داره، تشریفات شما حذف کن، اون 60-70 هزار تومن رو به محضر نده، شما همین که بیا خودت بخون. تو رساله نوشته محضر باید بری، تو رساله نوشته که عرض به خدمتتون که شما باید حتما نمیدونم آقای کی بیاد برای شما بخونه، میگه اگه بلدی به عربی، این عقد دائمه، این هم عقد موقته، میخوای دائم ازدواج کنی شرایطش اینه، در دائم شما حتما اگه بخوای جدا بشی باید طلاق بدی. حالا در بحث عرض به خدمت کاربردهای عقد موقت اونجا عرض میکنیم مسئله طلاق مسئله مشکلی است. اینجور نیستش که شما مثلا هر وقت خانمتو نخواستی بخوای بری طلاق بدی، دو شاهد عادل میخوان طلاق باید ثبت بشه، یا در همون محضرهایی که امروز هستن باید ثبت بشه، یا باید تو یک جایی اون دو شاهد عادل بنویسن، مهر بکنن، امضا بکنن که ما دیدیم دو نفر اصلا طلاق گرفتن، که این دوتا بتونن برن ازدواج بکنن دوباره. وگرنه اگه طلاق اینا رو دو تا شاهد عادل نبینه تا آخر عمرشون نمیتوانن ازدواج بکنن. یا مشکلات عقد دائم هست. در عقد موقت میگی نه، شما میگی آقا جون این من خوندم این خطبه رو، 5 سال میخواییم زن و شوهر باشیم با هم دیگه، 5 سال که تموم شد عقد فسخ میشه، از بین میره خود به خود و اتوماتیک بار فسخ میشه و از بین میره. این کجاش به زنا شباهت داره؟ اگر شما آمدی عقد موقت و زنا دونستی، خب عقد دائم هم زنا هستش، چه فرقی میکنه؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله، ما همه این جهان اسلام که میشن نعوذ بالله نستجیر بالله میشن حرامزاده که اون وقت. این چه طرز تفکری است که ما بر اثر عدم اطلاع از مسائل اسلامیمون متاسفانه داریم و بین جامعه رواج پیدا کرده؟ طرف هم چی میکنه؟ آره این طرف رفته نمیدونم این کار رو انجام ده، چی کار کرده؟ رفته ازدواج کرده، آقایی رفته ازدواج کرده، میگه آقا حالا من میگم در بحث کاربردیش وقتی وارد بشیم شما ببینید واقعا چه چیزایی است که ما نمیدونیم، چه مسائلی از دل عقد موقت در میاد، چه مسائلی از دل عقد دائم در میاد. میگه رفته این کارو کرده، اون آقا نشسته چی میکنه؟ بله خجالت نمیکشه، این همین صف اول نماز جماعت با میسه میره این کارا رو هم انجام میده. خب این کارا مگه چه کار کرده؟ دزدی کرده، جنایت کرده، خیانت کرده، رفته توی خیابان فلان وایساده، ماشین بوق زده،
یه سری آدم هرزه فاسد رو فاسق رو سوار ماشینش کرده برده جشن بزنه، این کارا کنه خوبه؟ اتفاقا یه عده میگن خوبه. خیلی جالبه این قضیه، یعنی یه عده هرزگی و فساد و فحشا رو به جون جامعه اسلامی میخرن، ازدواج رو میذارن کنار. عرض کردیم چون زورشون نمیرسه ازدواج موقت رو میذارن کنار. واقعا این مگه نمیخواد بره بگرده؟ مگه نمیخواد بره نمیدونم مثلا رابطه با هم داشته باشن؟ خب بذار بیان برن ازدواج بکنن با هم دیگه. دائم نمیخوان ازدواج کنن، لااقل موقت ازدواج کنن، بعدا ما میگیم قبح این عمل نشکنه پیششون. وقتی یک بار شما العیاذ بالله، شما اینجا رو نمیگم اون کسان که صدای ما رو میشنون، اون کسی که خدای نکرده به دام شیطان گرفتار میشه سراغ زنا رفتی که قبح این عمل براش شکسته میشه، بعد کثافت کاری هایش زیاد میشه، بعد جامعه تحت تاثیر این عمل قرار میگیره، از نزول برکات و رحمت هایی که خداوند نازل میکنه محروم میشه. احادیثشو بعضن برای شما خوندیم. ما بیاین در یک طرز تفکر صحیح اونی که خدای تعالی نازل کرده و پیغمبر درست بدونیم، به حرف خلیفه دوم افراد دیگری که تبعیت کردن بدون دلیل از این دستور گوش ندیم، فرمایش خدا و رسول رو روی چشممون بذاریم، هر کس هم این فرمایش رو بهش عرض به خدمتتون این که جامعه عمل پوشون و ازش اطاعت کرد، او رو هم محترم بشماریم، هر کس هم که دیدیم توجه به این فرمایش نکرده و فرمایش خدا و پیغمبر رو گوشته کنه، خودش داره خودش حکم میگه، بگه آقا ما نه و من لن یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون، سه تا داره کافرون، عرض به خدمت در آیه قرآن کریم. خب این اگر این کار رو ما انجام دادیم، طرز تفکرامون صحیح شد، جامعه هم رو به سازندگی میره. اما این بس اینجا خاتمه پیدا نمی کنه، ادامه داره. اون وقت باید ببینیم که بحث کاربردی عقد موقت اصلا در کجاها هستش. انشالله تا جلسه بعد و بحثی که پیرامون این قضیه خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ بر زمین.